عزیزه دارم سلام گوینده جانستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع جنجالی ترین اخبار روز سلبریتی ها. آقا نگم واسه تون که چه خبرهای امروز دارم. اول از همه سابسکرایب بکنید کانالو و زنگوله رو روشن بکنید، یه لایکی یه کامنت یه چیزی هم بذاریم ما دلخوش بشیم همچین جون بگیریم. آقا منحصران یه گزارش کامل از کنسرت اردیبهشت ماه تتلو ارائه میدیم بهتون، حالش رو ببرید، یعنی نه خبرهای فیک باشه نه از این تیترهای زرد بزنیم، یه چیز کامل که تمام اخبار واقعی رو در بر بگیره. اول از همه از پیش تولید کنسرت بگیم. چند روزی هستش که دیدین تتلو هی میره میاد، جای سازا رو مشخص میکنه، جای اونایی که میخوان وایسن رو مشخص میکنه. یه سری غذاهای ویجیتریان سفارش داده بود که بکنار، یه سری استخ و دوست داده بود که آقا دود کنید تو سالن حال بکنیم، اینا بکنار. و تازگی متوجه شدیم که آقا یه تور هم گذاشته بوده، یعنی گفته بوده که آقا یه تور زمینی بذاریم واسه بچه‌هایی که سختشونه بیان، زمینی با اتوبوس بریزن بیان تا کنسرت. همه اینا روی همدیگه هم 17 میلیون تومان بوده، یعنی گفته آقا 17 تومان جور کنید، به گفته خودش بپرید تو اتوبوس بیاید میرید هتل، غذاتون هم با ماه، حتی اتوبوسی هم که از اونجا سوار میشیم میایین تا کنسرت با ماه، اتوبوس هم براتون میگردونه. تموم شد رفت فقط با 17 تومن که خب خیلی به نفع طرفدارا شده بود، خیلی ها استقبال کرده بودن. این یه قضیه بود که نسبت به سالهای دیگه خیلی متفاوت بودش. اتفاق دیگه ای که افتاده بود این بود که امیر تتلو نسبت به کنسرت های گذشته و کلا اجراهای عمومی که قبلا داشته به نسبت خیلی مؤدبانه تر رفتار کرد. به نسبت، حالا فکر نکنین خیلی چیز شده بوده، چهار تا فوش هم داده، میگم براتون. اول از همه که تو معرفی مامانش خیلی همچین ادب به خرج داده، همیشه هم مامانش بد میگفت ولی این سری با احترام معرفیش کرد. حتی سحر خانم قریشی هم به عنوان حاج خانم معرفی کرد و لابلاش هم گفت آقا ما که گیر نمیکردیم ولی هر کی بالاخره یه جا گیر میکنه. ایشون هم که سحر خانوم اصلا حاج خانوم بنده، یه جورایی هم خواستگاری بود دیگه. یکی از دلایلی هم که خیلی دوست داشتم بیان این بود که بیان این رابطه رو علنی ببینن. جدای از تتلیتیا سحریهی ها هم اومده بودن که اونجا ببینن. از اون طرف سحر خانوم قریشی هم با دستای تتو شده یه رنگ و رنگی بود که اصلا نگم واسه تون، کلن پاشد و معرفیش کرد، یه ماچه آبدارم واسه تتلو خان فرستاد و گفته که دوست داره کم کم تتو رو روی صورت مورتش هم شروع بکنه، یعنی کنسرت بعدی ما یه تتلو در قالب زن میبینیم. قراره که سحر خانوم هم صورت مورت رو شروع کنه تتو اینا. قبلا هم یه ده عکس داده بود همچین حالت تئوری طور که آقا اینجوری میخوام بشم. خلاصه لابلای این معرفی ها یه ذره شلوغ کرده بودن که امیر تتلو خیلی محترمانه گفت آقا خیلی بیشورید، این چه کاریه که من دارم خانواده هم معرفی میکنم، شما شطورا دارید سر و صدا میکنین، بابا آدم باشین دیگه، بیادب، و هر کی بیادبی کنه پرتش میکنم بیرون. این لابلا یکی از تماشاگرها مثل این که یه جنجالی به وجود آورده بود و یه ذره بیادبی کرده بود و این حرفا، که تتلو گفت آقا اینا پس کلاش بگیریم پرت کنیم بیرون، پول کنسرتم پرت کنیم تو صورتش. یه چند بارم گفت آقا برو بیرون بیشور پدر سگ، تو چقدر بیشوری، و در نهایت گفتش که آلت تناسلیم دهن مادرت، یعنی نتونست دیگه اونقدر مؤدب باشه، فوش رو بالاخره اون وسط داد. و خب اینم باز بالاخره واسه تتلو که اکثرا فوش میداد این خیلی خب ادب حکم. البته توی کنسرتش هم گفت آقا، یعنی بعدش هم گفت هر کی بی‌ادبه ما اینجا پرتش میکنیم بیرون، شتکش میکنیم، چکشش میکنیم، هر کی هم که مؤدب و محترم باشه ما اصلا رو سر ما جا داره. و همون موقع بود که شروع کرد رو به تماشاگرها سجده کرد، یعنی اصلا یه کار باحال بود که کل جمعیت پریدن بالا و حال کردن، گفتن بابا دمت گرم بابا تو دیگه کی هستی. و خب به احترام تماشاگرها این کارو کرده بود. و خب یه نکته جالبی هم که اینجا بود این بود که مامانشون نشسته بودن کنار سحر قریشی، یعنی یه جورایی مادر شوهر و عروس کنار هم بودن، داشتن یه جورایی آشنا میشدن. یه جورایی هم بعضی میگن امیر تتلو میخواست به همه بفهمونه که آقا دیگه این جدیه، این تومیری اون تومیری ها نیست. یکی دیگه از اتفاقاتی که خیلی عجیب بود، یه حرکت خیلی باحالی اتفاق افتاد، اونم اینه که برای اولین بار قیمت لیر توی خود صرافی ها گرونتر از نرخ رسمی بازار آزادش بود، که همه تحلیلگرها پشماشون ریخته بود آقا چیه جریان چیه. یه سری گفتن آقا ما رمضون تمام شده، مردم ریختن ترکیه و فلان و عشق و حالا این حرفا، منتها مشخصا معلوم شد که این کنسرت آقای تتلو انقدر حجم زیادی از درخواست خرید لیر داشته که هزینه خرید لیر توی صرافی‌ها
بیشتر از بازار آزاد شده، یعنی اصلا باز یه رکورد دیگه امیرخان تتلو زد، اصلا یه کاری کرده پشریزون نرخا رو داره جابجا میکنه. خب این کنسرتش خب پرهاشی هم بود، از اون قبلش که شروع کرده بود یه سری شرط و شروط هم گذاشته بود با اسپانسرشون، کنسرت گذارشون، که آقا پرش میخوام، ویلا میخوام. پرش رو رو کرد، یه دندون پزشکی رفت بلیچینگ هم کرد، ولی هنوز ویلا رو رونمایی نکرده که ببینیم چه ویلایی براش گرفتن. این سری خب کلا بهتر بوده، میگم شرط رفت و آمد، خورد و خوراک، غذا، بلیت، فلان، اینا رو اوکی کردن. البته یه سری افراد هم پشت در وایستاده بودن که بلیت نخریده بودن چون سولد آوت شده بود. دفعه قبلی تو کنسرت آخرش امیر تتلو گفت بابا درو وا کنیم میان حال کنن، ولی این سری گفت بیلخ، یعنی اصلا نمیشه دادو، چرا بیاین تو حال بکنید؟ برای همین اونا هم بیرون موندن. اینم فرقی که با کنسرت های دیگه اش داشت. و نکته دیگه هم که بود، قبل از اینکه کامل کنسرتشون تموم بشه، سرخانم قریشی سالن رو ترک کردن، نه با قهر و این حرف و این داستان، نه با چهار تا گولاخ و بادیگارد و اینا رفتن، دستمست و تتو شده و فلان. احتمالا هم حدس میزنن که واسه اینکه خب جمعیت آخر تا نه یا نه روشون رد نشانه این حرف و این کارو کرده بودن. و در نهایت میخوام یه آمار از فروش کنسرت تتلو بهتون بدم که پشماتون واقعا توی پشمام نیوز بریزه. یعنی نگم، یه سری شعارا هم اومده بودن اینو قبلش بهتون بگم، که میگفتن که سحر توی چه فکریه، ترکیه پر از تتلیتیه، اینو میگفتن پشت در سالن. و یه سری دیگه هم میگفتن قریشی رفت به گردش، تتلو گرفت و باهاش ازدواج کرد. حالا دیگه بقیهشو من نمیتونم بگم. و قبل از اینکه آماره بدم، لطفاً سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، زنگوله رو روشن بکنید و اخبار رو توی کانال ما دنبال کنید. بقیه ویدیومون هم یه نگاه بکنید، واقعا جالب و باحاله. آمار فروش کنسرت تتلو به این صورته، یعنی خود من که پشمام ریخ تو پشمام نیوز، هر بلیتش که $500 بوده، حدوداً 4000 نفران رفتن. یه دو تا چهار تا بکنی میشه چقدر؟ $2,000,000. و این $2,000,000 رو اصلا بگو $25,000,000. یه سرانگشتی حساب بکنی میشه $50,000,000,000. یعنی کنسرتی که امیر تتلو توی استانبول گذاشته $50,000,000,000 فروش داشته. این به غیر از هزینه هتل و رفت و آمد و مکدونالد بریم بخوریم ترکیه حال میده و وای آخ جون دوندورما دوست داریم، دوندورما بریم پیش اون آقای بستنی فروشه که میرخصه و نمیدونم بریم کنوفه بخوریم و وای کباب ترکیهشون چقدر خوب و این حرفا، یعنی یه خیر عظیم و جسه ای که به کشور ترکیه رسید. هیچ. خود تتلو هم خوب کاسب شد، که البته نوش جونش، بالاخره یه سلبریتی خیلی خفن و باحال دیگه، بچسب گوشت تنش بشه. والا کی بهتر از تتلو؟ و کاش این اتفاقات تو کشور ایران میافتاد که خیلی خیلی بهتر بود و همه این سرمایه ها و هزینه ها میچرخید به قول خودم انجیب تو اونجیب. مرسی که ما رو گوش کردید، ممنون که به صدای دلخراش من گوش کردید و کانال پشمام نیوز رو تماشا کردید. سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو روشن بکنید. اگه به این قسم ویدیو ها هم علاقه دارید، یه فری تو کانال بخورید. شب و روزگارتون خوش، دوستتون دارم.